ساز دلی که تو خلوت خودم همیشه باش یه صفایی کردم و یه فضایی رو داشتم تنبور بود. من از کجا پند از کجا باده بگردم ساقیا، من از کجا پند از کجا باده بگردم ساقیا، آن جام جان افسای را بر ریز بر جان ساقیا، آن جام جان افسای را بر ریز بر جان ساقیا. حامد با بهره‌گیری از دانش موسیقی سنتی ایران و با استفاده از ملودی‌های غیر ایرانی و سازبندی‌های متفاوت رنگ خاصی به موسیقی تلفیقی خود داده. بیشتر تمرکز من روی آواز هستش، یعنی این بحث تلفیقی بودنه که راجبش صحبت میشه، روی آواز بیشتر تمرکزشم. موسیقی تلفیقی خیلی چیز جدیدی نیست، سالیان سال در دنیا روش انجام شده این کارها و این تنظیم‌ها، ولی اینکه آواز تلفیقی ایرانی چقدر شنیده شده و چند سال است که شنیده شده، میتونم بگم که در سالهای اخیر نمونه های بیشتری رو نسبت به سالهای گذشته داریم میشنویم و این نشونه خوبیه برای منی که خودم رو به عنوان خواننده تلفیقی معرفی میکنم. دیوانه تر نام آخرین آلبوم حامد نیکپیه. بیشتر تمرکز اون در این آلبوم بر روی ملودی های ایرانی و شرقی پایه‌گذاری شده. بیشتر شعرهای این آلبوم از مولاناست به همراه شعری از فریدون مشیری و عماد خراسانی. شکر بهتر ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد، یا آن که شکر سازد. خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، یا آن که قمر سازد. شکر بهتر ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد، یا آن که شکر سازد. خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، یا آن که قمر سازد. بگذار قمرها را، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، بگذار شکرها را. شکر بهتر ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد، یا آن که شکر سازد. خوبی قمر بهتر، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، یا آن که قمر سازد. تبریزی شمس الحق تبریزی، صد گونه کند دل را، صد گونه کند دل را. گاهیش کند تیغی، گاهیش کند تیغی، گاهیش سپر سازد، گاهیش سپر سازد. شمس الحق تبریزی، شمس الحق تبریزی، صد گونه کند دل را،
دستت خونه کند دل را گاهیش کند تیغ گاهیش کند تیغی گاهیش سپر سازد گاهیش سپر سازد صبور و سنگین سنگین میخوند و مینوشت دریا صبور و سنگین 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 میخوند و مینوشت این آتش درون میتونم بگم جزو اولین آهنگایی بودش که من بعد از اینکه به آمریکا مهاجرت کردم این آهنگو ساختم، ملودیشو ساختم روی یکی از اشعار زیبای زنده فریدون مشیری و با ساز ترکی باقلاما یا همون بعضی هم دیوان میگن بعضی ساز میگن، البته دیوان ساز بزرگتر، بر مبنای اون ساز این کار نوشته شده و بعدش هم با موسیقی فلامنکو تلفیقش کردیم. فضای وزنی این شعر یه مقدار بازه و به مرور زمان بداه خانی نشست کرده در ملودی این آهنگ و جایگاه خودش رو پیدا کرده. این نبوده که تعریف بکنم که دقیقا کجا میخوام فرود بیام و کجا میخوام اوج بگیرم. در موقع ضبط کردن این کارم این کار رو رها اجرا کردیم، آزاد اجرا کردیم و بعد تنظیم رو روش چیدیم. Somebody
جاها حامد نیکپی رو کسی میدونن، موزیسیانی میدونن که موسیقی ایران و فلامینکو، یه جوری تو رو با تلفیق موسیقی فلامینکو میشناسن. خودت با این مسئله راضی هستی؟ خودت اینجوری میبینی آیا؟ نه راستش، به خاطر اینکه این دست و بال منو میبنده. من خودم رو همیشه معرفی میکنم به عنوان خواننده تلفیقی، موسیقی تلفیقی، یعنی خودم رو اینجوری دارم جا میندازم در کار و در کارهای تجربی که من آماده تجربه کردن هر گونه تلفیقی هستم، ولی گفتم با رنگامیزی که خودم اجرا میکنم، با اون انتخاب از تلفیقی که من دوست دارم. ولی قطعا من خواننده استاندارد موسیقی سنتی نیستم، خودم رو خواننده استاندارد موسیقی سنتی نمیدونم. موسیقی سنتی رو مشق کردم و تمرین کردم، فرا گرفتم، ولی ترجیح دادم به عنوان سبکی رو که الان کار میکنم اون موسیقی تلفیقی باشه و توی اون فضا. آلبوم بعدی شروع کردی راجبش کار کردن، کی قراره بیاد بیرون؟ شروع کردیم الان چند ماهی است شروع کردیم، فکر میکنم تو ماه آگوست دلم میخواد تا موقع بیاد بیرون به بازار. 4 تا کار دیگه تو مرحله تنظیمه، انشالله که بتونیم آمادش کنیم. سفرهایی تو را در کوچه هاشون خواب میبینن،
گلهای